مقامات چین به صاحبان مشاغل حلال در پکن دستور دادن که نمادها و تابلوهای اسلامی را جمع آوری کنند. به گزارش شیورز به نقل از رویترز صاحبان 11 رستوران و فروشگاه محصولات حلال در شهر پکن پایتخت چین میگویند در روزهای اخیر به آنها دستور داده شده است نمادها و تابلوهای اسلامی و نوشته های عربی را از فروشگاه های خود بردارند. صاحب که از این فروشگاه ها گفته آنها به ما میگویند که باید نمادهای اسلامی همچون آرم محصولات حلال را حذف کنیم چون نمادهای بیگانه محسوب می شود و باید به جای آنها از نمادهای چینی استفاده کنیم مبارزه علیه نمادها و نوشته های اسلامی و عربی با هدف همسانسازی نمادهای دینی با فرهنگ چینی از سال 2016 شدت بیشتری یافته است از جمله اقداماتی که در این زمین انجام شده حذف گنبت های مساجد در مناطق مختلف این کشور و استفاده از سبک معماری معابد چینی بوده است چین بر اساس برخی آمارها 20 میلیون نفر مسلمان دارد